عنوان مجری اصلی سیاست‌های ایران در خاورمیانه، قاسم سلیمانی چقدر در مأموریتش موفق بود؟ پایان فرمانده در سایه، نگاهی به نقش قاسم سلیمانی در سیاست منطقه‌ای ایران. و ابو مهدی مهندس، کسی که همراه قاسم سلیمانی کشته شد که بود؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق فعال بود، اما نامش پس از آن بر سر زبان‌ها افتاد که فرماندهیش به قاسم سلیمانی سپرده شد. او 21 سال این سمت را به عهده داشت، در حالی که در همین دوران فرمانده کل سپاه 3 بار عوض شد. وظیفه نیروی قدس کمک به پیش بردن برنامه‌های جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای ایران بود. گفته می‌شود این برنامه‌ها میلیاردها دلار هزینه داشت. ژیار گل در گزارشش از نقش آقای سلیمانی در گسترش نفوذ منطقه ایران میگوید. آماده! رهبران حکومت ایران میگویند اگر با دشمنان به دور از مرزهایشان نجنگند، باید در کوچه به خیابان شهرهای ایران با آنها بجنگند. در 3 دهه گذشته جمهوری اسلامی 10 میلیارد دلار برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هزینه کرده. امروز حکومت ایران از طریق عراق، سوریه و لبنان راهی زمینی را از تهران به دریای مدیترانه دارد. ایران همچنین در یمن درگیر جنگ نیابتی با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بوده است. چرا امروز به جمهوری اسلامی پیروزی میده؟ من معتقدم این پیروزی ها روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا، چه سعودی بخواهد کاری بود، نمیتونه کاری انجام. در 2 دهه گذشته معمار سیاست های توسعه نفوذ ایران در منطقه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بود. او در میان طرفدارانش در ایران و منطقه فرماندهی توانا که کابوسی برای دشمنان اسلام محسوب می شد. اما منتقدانش او را فرماندهی بی‌رحم می دانند که دستش به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، از عراق گرفته تا سوریه، از لبنان تا یمن. ایران نگرانی های زیادی برای جهان سنی به وجود آورده. ایران به دنبال تصرف چاهای نفت عراق و سوریه نیست. باید پرسید پس ایران به دنبال چیست؟ چرا ایران حاضر به پرداخت این همه هزینه مثلا برای کنترل عراق است؟ هدف ایران از توسعه نفوذ خود در منطقه برای بقای رژیم است. سازماندهی، آموزش، تسلیح و حمایت مالی از شبه نظامیان شیعه منطقه به عهده قاسم سلیمانی بود. او برای سالها فرماندهی بود که در خفا فعالیت میکرد. شبه نظامیان شیعه که آموزش دیدن و مسلح شدن به سپاه قدس ایران وفادارن. حکومت ایران میخواد از اونها در آینده برای نفوذ سیاسی استفاده کنه، همان گونه که حزب الله در لبنان به یه حزب سیاسی مبدل شد. اونها از مدل حزب الله استفاده میکنن تا نهایتا دولت رو به کنترل در بیارن و به تهران جوابگو باشن، نه به دولت کشورشون. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی، رهبران ایران نگران بودند که پس از عراق نوبت ایران خواهد بود. نیروی قدس سپاه به فرماندهی قاسم سلیمانی از گروه‌های شبه نظامی سنی و شیعه که علیه آمریکا در عراق می‌جنگیدند حمایت می‌کرد. There are weapons in Iraq that are harming US troops because of the Quds force. هنگام خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 آنجا بودم. به محض خروج نیروهای آمریکایی، تصاویر رهبر ایران در میدان اصلی شهر بغداد نصب شدند. پس از شروع جنگ داخلی سوریه، قاسم سلیمانی هزاران شیعه افغان، ایرانی، عراقی و لبنانی را برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه بسیج کرد. پس از موافقت‌های چشمگیر نیروهای طرفدار بشار اسد، نقش قاسم سلیمانی در مطبوعات ایران برجسته شد. او از پشت پرده بیرون آمد، در میادین جنگ عراق و سوریه ظاهر می شد. حزب الله لبنان سالهاست از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و نظامی می شود. شبه نظامیان این گروه هم در کنار قاسم سلیمانی در سوریه جنگیدند.
رهبر حزب الله آشکارا گفته که ایران تمام هزینه های آنها را تأمین می کند. و شفاف و صادق و بيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. برای درک قدرت و نفوذ قاسم سلیمانی در منطقه باید به تصاویر دو سال پیش مراسم ختم پدر او در تهران نگاه کرد. بسیاری از رهبران و فرماندهان گروه های جهادی و شبه نظامی به تهران رفتند تا به او شخصا تسلیت بگویند. ابو مهدی مهندس معاون نیروی هشتی شعبی یکی از آنها بود. در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و دست گرفتن جان در مقابل این قرار او بهشته. قاسم سلیمانی یکی از نزدیکترین فرماندهان نظامی به آیت الله علی خامنه ای بود. سال گذشته رهبر ایران نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی این کشور را به او داد. در حالی رهبر ایران از او تقدیر کرد که میلیون ها ایرانی مخالف سیاست های ایران در منطقه هستند. اما حسین موسویان عضو سابق شورای امنیت ملی ایران که اکنون در آمریکا زندگی می کند، حضور ایران در منطقه را برای امنیت ملی این کشور ضروری می داند. در این منطقه نیروی قدس دقیقا همتای فرمانده مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه است. اگر کسی حضور ایران در منطقه را زیر سوال می بره، درستش اینه که این سوال را مطرح کنه چرا آمریکایی ها هزاران کیلومتر اون طرف در نیرو به منطقه ما می فرستن. ولی ما حق نداریم حضور داشته باشیم. چرا ایران در این منطقه نباشه؟ در اعتراضات چند سال گذشته این صحنه ها و این شعارها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران دیده و شنیده می شوند. بیکاری، فقر و فساد مالی نهادهای حکومتی صدها هزار نفر را به اعتراض به سیاست های جمهوری اسلامی به خیابان ها کشانده. چطور رهبر عزیز ما اینو متوجه نشده که پولای ما تو جیب چه کسایی رفته؟ اما به این توجه میکنه که مال ما ثروت ایرانو بفرسته به ویرانه های عراق. چرا ثروت ما ایران اونایی که مال ماست باید به عراق و لبنان و سوریه بره؟ قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی به کاروان خودروی او و فرماندهان گروه هشت شعبی در فرودگاه بغداد کشته شد. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به زندگی و سوابق او و نقش کلیدیش در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران. ما اطلاعاتی نسبت به آمادگی های رژیم داشتیم، اما اطلاعاتی نسبت به اینکه دشمن میخواد یک هجومی رو انجام بده در یک غافلگیری نداشت. موافقان و مخالفان قاسم سلیمانی بر سر یک مسئله توافق دارند. اهمیت او در پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز. من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا، ما منتظریم. سلیمانی اهل کرمان بود و از جوانی وارد سپاه شد. در سال 1361 و در عملیاتی برای آزادسازی مناطقی از خوزستان موقعیت ممتازی پیدا کرد. در عملیات آزادسازی خرمشهر هم حاضر بود. در شکست‌های بزرگ ایران هم مانند عملیات رمضان، بدر و خیبر شرکت داشت. حماسه و تمام ایثار و تمام معنویت بود. از سالهای میانی دهه 60 جز فرماندهان مهم جنگ بود
و در پیشروی‌های ایران در خاک عراق مانند عملیات فاو و کربلای 5 فرمانده لشکر سار الله بود. قاسم سلیمانی بعد از پایان جنگ فرمانده لشکر سار الله باقی ماند و در سازماندهی نیروهای سپاه در مرزهای شرقی نقش داشت. مرزهایی که محل اصلی ورود مواد مخدر به ایران بود و هست. در سال 1376 وقتی با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی ایران وارد دوران سیاسی تازه‌ای شد، قاسم سلیمانی هم به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد تا مرد اول فعالیت‌های سپاه در خارج از ایران باشد. حدود دو سال بعد و هنگام سرکوب دانشجویان در حوادث کوی دانشگاه تهران، سلیمانی از جمله فرماندهان سپاه بود که نامه تهدیدآمیز مشهور علیه خاتمی را امضا کرد. نامه‌ای که فصل تازه‌ای از ورود سپاه به سیاست بود. گرچه عده‌ای از اصلاح طلبان در سالهای اخیر تمایلی به یادآوری این نامه و تبعاتش برای جریان اصلاحات ندارند. قاسم سلیمانی بیش از دو دهه فرمانده نیروی قدس سپاه بود. این عمر از فرماندهی در سپاه کم سابقه است و برای او جایگاه ویژه‌ای به وجود آورد. نیروی قدس که بازوی خارجی سپاه است، پیش از او هم وجود داشت و فرمانده سابقان احمد وحیدی مسئول اسبق اطلاعات سپاه بود، اما به هیچ وجه در مقیاس امروزی فعالیت نداشت. قاسم سلیمانی با اختیار عمل وسیع که کمتر فرماندهی در نیروهای مسلح مشابه آن را داشته، نیروی قدس را گسترش داد، به طوری که این نیرو مهمترین کارت بازی جمهوری اسلامی در منطقه به ویژه در لبنان، عراق و سوریه شد. فعالیت قاسم سلیمانی در منطقه فراتر از امور نظامی بود. او در معادلات سیاسی و روابط ایران با این کشورها مهره اصلی بود. همون کسانی که به عنوان مزدوران ایران مینامیدندشون، بعضن هر نفر به اندازه دو نفر از اونها رأی آوردن. حزب الله برای اولین بار 74 کرسی از 128 کرسی پارلمان لبنان را مال خودش کرد. از یک حزب مقاومت تبدیل شد به یک دولت مقاومت لبنان. بارها و سالهای دور تصویر رهبران سیاسی منطقه با قاسم سلیمانی جایگاه ویژه او در سیاست خارجی ایران را نمایش داده. او در فعالیت‌های خود مستقل از وزارت خارجه عمل می‌کرد و این گاهی دستگاه دیپلماسی رسمی را ناخشنود می‌کرد. زمستان پارسال که قاسم سلیمانی میزبان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تهران بود، محمد جواد ظریف که از سفر رئیس جمهوری سوریه به ایران بی‌خبر بود، از وزارت خارجه استعفا کرد. استعفای او پذیرفته نشد و بعداً این دو چهره خود را همراه هم نشان دادند. نقش قاسم سلیمانی در حفظ حکومت بشار اسد و مأموریت موفق او در مقابله با داعش او را در رسانه‌های بین‌المللی هم به شهرت رساند. گرچه سلیمانی پیش از این و در قدرت گرفتن حزب الله لبنان بعد از جنگ 33 روزه با اسرائیل در سطح منطقه مشهور شده بود، حالا بخش عمده‌ای از نیروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه از جمله گروه‌های زیرشاخه هشت شعبی عراق، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و حوثی‌های یمن از حمایت مستقیم نیروی قدس برخوردارند. He said I have just come back from a meeting with Qasem Soleimani. جنرال دیوید پتروس، اولین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، پیشتر به بی بی سی گفته بود که قاسم سلیمانی مسئول امور ایران در عراق، سوریه، افغانستان و غزه است. نخست وزیر عراق گفت: پیامی از قاسم سلیمانی برای شما دارم که در آن میگوید: جنرال پتروس، شما باید بدانید که من قاسم سلیمانی سیاست ایران را در ارتباط با عراق کنترل میکنم و به جز عراق کنترل سیاست ایران در سوریه، افغانستان و غزه را بر عهده دارم. نکته ای که او می گفت این بود که تو باید با من توافق کنی. دیپلمات های ایرانی و دیگران را فراموش کن. قاسم سلیمانی در تمام مدت فعالیتش به عنوان یک نظامی ارشد نشان داد که به شخص آیت الله علی خامنه ای وفادار است.
رهبر ایران او را شهید زنده نامیده بود و او خود را سرباز صفر ولایت می دانست. آقا شروع کردن به صحبت کردن. چند تا مطلب را فرمودن. فرمودن که نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همین طور است. این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدید است. هوادارانش او را قهرمانی می دانند که ایران را از بی‌ثباتی‌های منطقه در امان نگه داشته. در مقابل مخالفانش او را مسئول بسیاری از بحران‌های منطقه از جمله در عراق، یمن و سوریه می دانند و می گویند دست‌های او آلوده به خون است. با سید ملاقات می کردیم. برای مخالفت‌ها و موافقت‌ها روشن است که جای سلیمانی در سپاه به سادگی پر نمی‌شود. روابط سپاه و گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه به قدری وابسته به قاسم سلیمانی بود که ممکن است سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را دست کم در کوتاه مدت با چالش مواجه کند. ابو مهدی مهندس معاون فرمانده گروه 8 شبی هم در حمله نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. ابو مهدی مهندس 65 سال سن داشت. او در کنار قاسم سلیمانی در نبرد با داعش شرکت داشت و از فرماندهان مهم این گروه و همچنین گردانهای حزب الله عراق به شمار می‌رفت. مهدی بیگی نگاهی کرده به زندگی و فعالیت‌های سیاسی و نظامی او. جمال جعفر ابراهیم ملقب به ابو مهدی مهندس فرمانده میدانی شبه نظامیان هشت و شعبی از فرماندهان ارشد گردانهای حزب الله عراق و فرمانده سابق سپاه بدر جمال ابراهیم از دشمنان سرسخت آمریکا که نامش در فهرست سیاه این کشور بود. اگر تو لیست سفید آمریکا هستن خیلی واویل است. او چند روز پیش با اتهام سازماندهی حمله به سفارت آمریکا در عراق روبرو و امروز صبح در حمله نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. در کنار همرزمش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. ابو مهدی مهندس سال 1333 در بصره متولد شد. پدرش عراقی و مادرش ایرانی بود. دو سال قبل از انقلاب ایران تحصیلاتش را در رشته راه و ساختمان در بغداد تمام کرد. بعدها روابط بین الملل هم خواند. کار سیاسی را با پیوستن به حزب دعوت اسلامی از گروه‌های اسلامگرای شیعه در عراق آغاز کرد. حزبی مورد حمایت حکومت ایران که حزب بعث عراق و صدام حسین با آن به شدت مخالف بودند. با شدت گرفتن مخالفت صدام به کویت رفت. به گفته خودش یک نامه رسمی برای استخدام جعل کرد و با استفاده از آن به عنوان مهندس عضو جامعه مهندسین کویت شد. سال 1983 و بعد از انفجار سفارت آمریکا و فرانسه در کویت به اتهام مشارکت در این انفجارها تحت تعقیب قرار گرفت. او این اتهام را رد کرد اما نه می توانست در کویت بماند و نه به عراق برود. پس راهی ایران شد. در ایران آموزش نظامی دید و بعدها فرمانده سپاه بدر از گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران شد. او در جنگ ایران و عراق در کنار نیروهای ایرانی با صدام جنگید. سال 2003 با سرنگونی صدام حسین به عنوان مشاور امنیتی ابراهیم جعفری اولین نخست وزیر عراق پس از حمله آمریکا فعالیت کرد. دو سال بعد عضو مجلس اعلای اسلامی عراق شد. اما به گفته خودش مدتی بعد تصمیم گرفت که عضو هیچ گروه سیاسی نباشد و مستقل فعالیت کند. او در سال 2014 پس از تشکیل بسیج مردمی عراق موسوم به هشت و شعبی معاون رئیس این گروه شد. ابو مهدی مهندس پیشتر گفته بود نیروهای بسیج مردمی از حمایت مستقیم و اساسی ایران برخوردارند. اما شاید آشنایی مردم ایران با ابو مهدی مهندس فروردین پارسال و پس از سیل خوزستان بیشتر شد. به گفته مقام‌های ایران او و نیروهای هشت و شعبی برای امداد رسانی به سیل زدگان به ایران آمده بودند. اما مخالفان حکومت ایران گفتند حضور هشت و شعبی و فرمانده آن برای امنیتی کردن فضاست.
اما علاقه خاص ابو مهدی به ایران به کنار، به نظر میرسد او رابطه ویژه‌ای هم با قاسم سلیمانی داشت. رابطه سرباز. سرباز هاش قاسم؟ سرباز هاش قاسم. افتخار بگفت. اکنون میتواند یک دل سیر بخواهد. افتخاری که حالا احتمالاً با کشته شدن در کنار قاسم سلیمانی تکمیل تر هم شده. کشته شدن در راه جهاد. چیزی که به گفته خودش همواره انتظارش را داشت. راحتم تو جهاد، تفریحم تو جهادم. سیاحت امت جهاد، رسول الله میگه. گریه آیت الله خامنه‌ای در مراسم تشییع قاسم سلیمانی بازتاب‌های زیادی داشت. مقام‌های حکومت ایران در 40 سال گذشته از مجالس عزاداری و گریه‌های احساسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و بسیج نیروهای نزدیک به خود استفاده کردند. فرنوش امیرشاهی در گزارشش نگاهی کرده به گریه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی. اشک‌های آیت الله خامنه‌ای بر پیکر فرمانده محبوب نظام قاسم سلیمانی. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. تصویر عزاداری مقامات ارشد لشکری و کشوری بارها از تلویزیون و سایر رسانه‌ها نمایش داده شده. نشانی از شوکی بزرگ در از دست دادن فرماندهی کلیدی. برگزاری مراسم عزاداری حکومتی فرصتی برای نمایش یک همبستگی ملی ایجاد کرده و شاید فرصتی برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتی‌ها. تاییدی که هسته مرکزی قدرت بعد از سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان به آن احتیاج داشت. در 40 سال گذشته بارها از مجالس عزاداری و گریه‌های احساسی برای سازماندهی نیروهای نزدیک به حاکمیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده شده. ما ملت گریه سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان میدیم و خرد میکنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است. این ایدئولوژی در هیئت‌های مذهبی و مداحی‌های سال‌های جنگ نقش ویژه‌ای در تشویق و تقویت روحیه جنگی داشت. همان الگویی که در زمان جنگ نیابتی ایران در سوریه برای فرستادن نیروهای معروف به مدافعان حرم استفاده شد. با نوای کاروان بار بندید همراهان، این قافله از کرب و بلا. آیت الله خامنه‌ای بیش از آیت الله خمینی از هیئت‌های مذهبی حمایت کرد. که سر به نی داد و زیر بار ستم نرفت سرش، تکیه بر نیزه قریبی داد. رهبر جمهوری اسلامی خود در دو بزنگاه تاریخی با اشکهایش توانست نیروهای مصوم به حزب اللهی و انقلابی را علیه منتقدانش ساماندهی کند. اولین بار بعد از حوادث کوی دانشگاه. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، او در اتفاقات پس از انتخابات سال 88 هم اشک ریزان سخن گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. نفوذ گریه های سیاسی در دوران انتخابات هم کاربرد زیادی داشته
بعضی به دل نشسته و برای کاندیداها رأی خریده، بعضی هم به تناسب شخصیت و سابقه فردی که اشکهایش مقابل دوربین‌ها جاری شده تأثیر برعکس گذاشته. محمد خاتمی سال 80 با اصرار هوادارانش تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گرفت. با اینکه خاتمی در آن سال رأی بالایی به دست آورد، اما گریه‌های غلامحسین کرباسچی، چهره شاخص حزب کارگزاران، نتوانست ورق را به نفع مهدی کروبی برگرداند. سندیده ای نیست. شما در مقام ریاست جمهوری مصمم هستید که از هر ابزاری حتی آبروتون برای این کار از دیگر گریه های تاریخ 40 ساله انقلاب، اشکهای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و در واکنش به نطق دختر جوانی درباره ناامیدی از رأی دادن بود. از اون ور که پدر و مادر من و خانواده من چه احساسی تو این شرایط بهشون وارد شده، همه با چشم بی‌اعتمادی میخوان به من نگاه کنن. حتی وقتی به خونه میرسم باید جواب همه اون بی‌اعتمادی ها رو بدم. همه بقیه حس دارن، گروه دارن، ثروت دارن، پشتوانه های رسانه‌ای دارن، فکر کردن ما کسی رو نداریم. اشک‌های محمود احمدی نژاد، دیگر رئیس جمهور ایران، از جنس دیگری. او برای رفقای سیاسیش در یک سخنرانی گریه کرد. به حرمت امام زمان، به قدر و منزلت امام زمان، به قصه های امام زمان، ای خدا. وچه اشتراک تمام گریه ها و عزاداری های مقامات در سالهای گذشته بهره بردن از احساسات مذهبی و فرهنگی جامعه برای رسیدن به یک هدف سیاسی و ایدئولوژیک بوده. ما یک ملتی هستیم که با همین گریه ها یک قدرت 2500 ساله را از بین بردیم. این ایدئولوژی و گریه های سیاسی معلوم نیست که بتواند شکاف عمیق حکومت و مردم را پر کند. سقط عن فرسه على خده الایمن. امام حسین از بالای اسب به روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.